سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. دنباله ایام سعادتمند و رفاه و انفجار اقتصادی رو باید بگیرم که الحق و الانصاف یک قشر عظیمی از مردم ایران در این دوره تنعمی حاصل شد، براشون رفاهی به وجود آمد. مملکت علی رغم تمام این مشکلاتی که من دارم عرض میکنم تکانی خورد. ای کاش که همه چیز سر جاش بود، ای کاش که میتونستیم این میزان پول که آمده تو دستمون هضمش کنیم. اگر میتونستیم ما این پول را هضم کنیم، هرگز در این مملکت انقلاب نمیشد. مشکل فقط این عدم هماهنگی بود، این نارسایی ها که باید اول اونها برطرف می شود، بعد این پول می رفت در محل هایی درست دقیق خرج می شود. نه، این وسط کسانی که دستشون با آب و آتشی بود، کسانی که با قدرت نزدیک بودند، کسانی که نفوذ داشتند، بالاترین بهره رو بردند. من به شما بگم، من ندارم این آقای هوشنگ انصاری الان در قید حیات یا نیست، ولی این آدم بالاترین بهره رو برد. چرا؟ برای اینکه مورد اعتماد شخص شاه هم بود و کارهای بازرگانی و نمیدونم سهام و در این کارها موفق بود، این کارها رو بلد بود و ارتباطاتی بین المللی داشت، آدم زرنگی بود این کارها. و خب اینجا بهره های بالایی رو او برد تو این ماجراها. اما اصلی که در آمریکا در طول زمانهای گذشته موافق و مخالف داشت، تو سنای آمریکا یه عده‌ای بلند شده و گفتن آقا ما این مملکت رو دیدیم، مردم این مملکت احتیاجات اولیه تری دارند، چه لازم که این همه اسلحه پیشرفته بهشون بفروشیم پولشون رو بگیریم. این حرفا در سنای آمریکا گفته میشد. کندی اون حرفا رو زد که عرضتون رسوندم. الان راه علاج آمریکا این است که آسان‌ترین کار براش اینه. چرا؟ برای که شاه ایران که تنها تصمیم گیرنده نهایی علاقه‌منده به این کار. میدونم الان که من دارم این حرفا رو میزنم، بسیاری از شما عزیزان من که به نحوی علاقه‌منده به دوره گذشته هستید، من هم هستم. اون دوره هزاران هزار بار بهتر از الان بود. اون دوره حداقل من و شما آزادی‌های شخصی داشتیم، آزادی‌های اجتماعی داشتیم. اگر آزادی سیاسی نداشتیم، نحوه زندگی خودمون رو، نحوه پوشیدن خودمون رو، رفت و آمد خودمون رو می‌تونستیم خودمون تعیین کنیم. در این شکی نکنید عزیزان من. و بعد نگید به من که داری باد به بیرق اینا می‌زنی. نه، اگرچه من این دوره تاریخی رو چون هنوز به تاریخ نپیوسته نمیتونم راجبش حرف زیادی بزنم. حرفای من رو اپوزیسیون، جرایه، دنیا، اینا که دیدن و گفتند. من حرف تازهی برای این جماعت ندارم جز این که تکرار کنم که اینا خونخارن، اینا آدم کشن. تکرار اینا بالاتر از این من چیز، یا مردم رو به فقر و فاقه انداختن، اینا عیانه، روشنه. نه، من باد به بیرق اینها نمیگذنم. من میخوام بنشینیم با هم دیگه فکر کنیم که چرا به این روز افتادیم، چرا به این روز افتادیم، چه کردیم که حاصلش اینه، چرا ما داریم طوفان رو میکنیم. بله، حالا این سنای آمریکا، این رجال آمریکایی که آقای فولبرایت همچنین حرفی میزد، اعتراض میکرد که چرا به این مردم فقیر پا برهنه اینقدر اسلحه گران قیمت میفروشید، یک دل و یک جهت همه دارن فریاد میزنن که پول داره میتونه میخره، بگذاریم بفروشید. آقای نیکسون
این هم به شما بگم که یکی از شانس‌های بزرگ شاه رفاقتش با نیکسون بود. بگذاریم که حالا پول خرج کرد که ایشون در انتخاباتی که داشت به کمپین آقای نیکسون پول داد و از این کارا کرد و وقتی اون رئیس جمهور شد پاسخگویی خوبی داشت نسبت به این دو هم که رفیق شدن اصلا. بلما کیسینجر، راکفلر هم که از دوستان قدیم شاه بود. حالا شما ببینید که قطبای بزرگ سرمایه، خود سرمایه و تصمیم گیرندگان روی سرمایه همه دوستان نزدیک شاه. کیسینجر و نیکسون که از سفر موسکو برمیگشتن مهمان شاه شدن و در این مهمانی شاه بدون حضور هیچ مقام آمریکایی و ایرانی نیکسون نوشته‌ای داد به شاه که اعلیحضرت میتواند از تمامی اسلحه‌ای که در آمریکا ساخته میشه همزمان با ارتش ایالات متحده بهره‌مند باشه. یعنی هیچ محدودی، چون شما اینا باز بدونید که قوانین صادرات اسلحه این بوده که یک سری سلاح‌های مهم برای ارتش آمریکا بمونه، کسی دیگری اونو نداشته باشه. و بزرگترین دلیلش هم این بود که کشورهای کوچیک ممکنه که به یه نحوی سرنگون بشن و بیفته دست روسا. و راز تکنولوژی که قضیه فاش بشه و این حرفا. اما به غیر از اتم همه چیز میتونه برابری کنه با ارتش آمریکا. در نتیجه ایران از نظر داشتن سلاح‌های پیشرفته همسنگ آمریکا شد. 3 سیستم معاملات نظامی تا این تاریخ توأم بوده با رشوه، با پورسانتاژ. ما میدونیم که یه موشکی رو که مثلا میفروشن 200,000 دلار قیمتش 10,000 دلار هم نیست. اون سنگ و نمیدونم فشفشه و پاچه خیزک و باروت و هرچی که توشه رو هم بذارید 2,000 دلار هم نمیشه. این پول مهندسی این کاری که دارن میگیرن، پول تکنولوژی است که دارن میگیرن. من بلدم بسازم، پولشو میخوام. در نتیجه جا داره که رشوه بدن. اگه 10%، 15% بابت هر کالایی خرج بکنن جای دوری نرفته، میتونن این کارو بکنن. یه کالایی هستش که قیمت تمام شدهش با قیمت مصرف کنندهش فاصله بسیار بسیار اندکی داره، مثل گندم، مثل برنج. میگه که بابت خرید گندم نمیشه رشوه 10%، 15% داد، یعنی که برسه مثلا چند میلیون تن مثلا و به یه دلیلی یه جا زیاد باشه یه جا کم باشه، ولی به طور عادی رو این نوع کالاها علاوه روی این نوع چیزهای ارتشی خیلی راحت جا داشت که رشوه های گرون بدن. و روسایی های بزرگی هم تا این تاریخ برای هلند، ایتالیا، آلمان حتی به وجود اومده بود که مقامات این کشورها رد و بدی پیدا کرده بودن با کارخانجات اسلحه سازی آمریکایی و یه پولی گرفته بودن، رشوه گرفته بودن و یه رقم کالایی رو خریده بودن. در ایران اما همچین اتفاقی هرگز نیفتاد، اونم به خاطر اینکه یک تصمیم گیرنده داشت شخص شاه بود و یک اجرا کننده داشت طوفانیان. حتی خواهر برادران شاه هم هرگز اجازه پیدا نکردن وارد این بیزینس بشن. که آقای طوفانیان نه در ایران، در دنیا به یک جنرال 5% معروف شده بود. از ما از این 5% هم زیاد داشتیم. شریف امامی هم یک
و زیر 5% بود. خیلی هم جالب داستان رو بگذاریم. ایشون 5% از خریدها رو میگرفت، در یه حسابی میگذاشت و اینها رو به اعلیحضرت میداد و اعلیحضرت هم مبلغی از این رو به طوفانیان بر هر سال برمیگرده. هم طوفانیان ثروت شده بود و هم این بدون سرصدا، بدون دخالت کسی، این میرفت برای حسابهای شخصی شاه. یک بار شاه یک اشتباه کرد، این است که اونم اون شاهپوردی ریپورتر، شما میدونید که این شاهپوردی ریپورتر پسر اون اردشیر ریپورتره که کمک کرد که رضا شاه شاه بشه، یعنی تو سیستمای اطلاعاتی MI6 و انگلستان و اون موقع MI6 نبود، یه چیزی کاری نبود، کار میکرد و ظاهرن آیرون سایت رو ایشون بهش گفت برو سراغ رضا خان. رضا خان رو اردشیر ریپورتر میشناخت و گفته بود و برحال همیشه خانواده ریپورتر در دربار ایران از احترامات بسیار بسیار زیادی برخوردار بودن. اردشیر ریپورتر شخصا نمون در ایران، بیشتر ساکن انگلستان بود و قبلش هم که تاجر بزرگ در هند بود و زرتشتی بودن ظاهرا. اما این شاپور ریپورتر کارهای ایرانی به عهده گرفت، در ایران ماند، کسی ساکن ایران بود جز یه دوره محدودی که گویندگی یکی از رادیوهای خارجی رو کرد، بقیهش در ایران بود و در کودتای 28 مرداد باز جز طراحان کودتا بود و کار کرد و جوجه. از عجایب این است که این آدم ایرانی ساکن ایران از ملکه انگلستان هم لقب سر گرفته بود. یک خبرنگاری تامسون یا همچنین اسمایی داشت یادم نیست، در هندوستان با شاه مصاحبه میکنه یا در یه جای دیگه، بازم جاش مهم نیست، با شاه مصاحبه میکنه، میگه شما چرا اجازه دادید که این آقای چی بود اسمش ریپورتر از معاملات نظامی شما 1,000,000 لیره رشوه بگیره؟ شاه هم جواب داد که آقا ما 10,000,000,000 لیره معامله کردیم، 10,000,000,000 1,000,000 چه ارزشی داره که شما راجبش حرف میزنید؟ این سوال جوابم تو تاریخ مونده. خریدهای نظامی ایران از آمریکا طبق آمار بولتنهای نظامی آمریکا، نه کسی دیگه، 50% صادرات اسلحه آمریکا را تشکیل داد. یعنی ایران 50% تولیدات نظامی آمریکا رو می‌خرید، بقیه دنیا اون 50% را می‌خرید. لاکید با آقای طوفانیان یک قرارداد عجیب غریبی بست که در طول تاریخ بشری مشابهش نمیتونیم پیدا کنیم. چرا؟ در قرون اولیه یه مسیحی شبیه اینو چینیا با آفریقایی انجام داده بودن، داستان دیگریست، نمیخوام واردش بشم. اونی بود که دولت ایران 100,000,000 دلار به لاکید پرداخت کنه، در مقابل کارخانجات لاکید تمام برنامه های تولیدی ماها و سالهای آینده رو به اطلاع ایران برسون. فقط اطلاع بده که ما فلان موشک رو یا فلان طیاره رو میخواییم بسازیم و قابلیتاش چیه. و این قرارداد بسته شد. البته این دوستی و نزدیکی
آمریکا و ایران یه روزگاری برای آمریکا یا خرج داشت، حالا برای ایران خرج داره. یه روزی آمریکایی‌ها می‌خواستن این منطقه رو از جلوی کمونیست‌ها نگه دارند، نمی‌دونم می‌اومدن وارن رو می‌فرستادن، اصل چهار درست می‌کردن، نمی‌دونم پول می‌دادن، ارتشش رو تقویت می‌کردن، وام بهش می‌دادن، از این کارا می‌کردن. حالا این دوستی خرجش افتاده گردن ایران. حواس اون باشه کجاها چگونه به شما عرض کنم. رد و بدلای پنهانی رو که چقدر ایران داره به مقامات آمریکایی رشوه میده که پیوسته در محافل سیاسی از این سیاست موجود ایران حمایت بشه. همسر سناتور ژاکوب جاویتس، یه سناتور فقط، همسر ایشون مشاور روابط عمومی شرکت هواپیمایی ملی هما بوده. باید یه شغلی داشته باشه که بابت اون شغل اون وقت ماهانه براش چک یا سالانه براش چک نوشته شده. اینجور ارتباطات بسیار بسیار زیاد بوده. حالا ارتباطات مالی شخصا بین شاه و خود کیسینجر تا کجاها جلو رفته بماند. حتی شایع شده بود که ساعتی 20,000 دلار به کیسینجر پرداخت میشه که توترینگ ولیعهد رو عهده بگیره. این بود که یک مرتبه شما در سنای آمریکا از زبان سناتور آمریکایی میشنوید که میگه شاه ایران پول دارد و اسلحه میخرد، به کسی چه مربوط است؟ ببینید این حرف سر سوزنی با سیاست ارتباط نداره. یه سناتور باید بگه که چرا دولت ایران داره اینقدر از ما اسلحه میخره، چرا لوله آب نمیخره مثلا. خب روز به روز ارتش ایران هم داره مجهزتر میشه، بزرگتر میشه و به تسلیحات بسیار بسیار مدرن و پیشرفته ای هم دسترسی پیدا میکنه، در این هم شکی نیست. علاوه بر اون 2,000 نفری که گفتم، حالا خرج آمریکا افتاده گردن ایران اینجا هست. خب اگر شورشی در جایی رخ داده، اونا که مدعی ساکت کردن جهانن و آدم های گنده روزگارن، اونا باید خودشون برن این کار رو بکنن. ولی خب این ایران بود که 2,000 تکاور رو فرستاد به مسقط و چقدر تلفات داد و چه میزان خرج کرد که شورشیان مسقط رو بزنه و نابود کنه و از بین ببره. کمک به سلطنت طلبان یمن شمالی، جنگی که این سلطنت طلبان یمن شمالی با گروه مخالفشون در یمن به راه انداخته بودند و عربستان سعودی از اون گروه حمایت میکرد و باز این ارتش ایران بود که پول و اسلحه به اینا میفرستاد، اینو مردم ایران هیچ خبر نداشتند. هیچ کس نمیدونست که چقدر ارتش ایران و پول ایران، درآمد ایران در یمن داره مصرف میشه. این چه کشوری حالا بعد از جنگ در سال 74 یا 73 درست یادم نیست، من به یمن رفتم، معاملات بسیار بسیار موفقیت آمیزی هم اونجا برای شرکتمون انجام شد، ولی من به کارمندانم گفتم که بریم دست بر می‌داریم، این کارا رو هم نمی‌کنیم، برای اینکه من نمی‌خوام شماها حامل طاعون باشید برای فرزندانتون و همسرتون و حرفا، اینجا جای زندگی کردن نیست، بریم.
اینقدر این مملکت آلوده و بدبخت بود. و این که این پاسبانهایی که میبایست سر چهارراه‌ها بایستن با دستشون راهنمایی کنن ماشینا رو برن بیان، اینا بچه های 11 ساله بودن، یه تفنگ هم رو دوششون. از جلوی کاخ رئیس جمهور مملکت عبور کردم، دیدم افراد گارد ریاست جمهوری بچه های 13-14 ساله، هیچ کدوم اینا هنوز ریش و سیبیل در نیاورده بودن. گفتم چرا اینقدر اینا بچن؟ گفتم دیگه مردی باقی نمونده، همه کشته شدن. خب در بندر حدیده یا حدیده، نمیدونم کدومش درسته، غروب ایستاده بودم که غروب خورشید نگاه کنم. از دور دست یک صدای زنگول مانند آمد، انگار که مثلا یک گله عظیم بز داره به ما نزدیک میشه. نگاه کردم توی افق، دیدم آره مثل یه گله داری میاد. نزدیک شد. 2300 نفر مرد بودن که در اثر بی‌غذایی فلج شده بودن. از کمر به پایینشون فقط یک استخون بود. دستاشون رو کرده بودن تو کفش، با دست و زانو راه می رفتند و قوطی حلبی رو توش شن ریخته بودن، با نخ بسته بودن به کمرشون، به مچ پاشون، که صدا بده که مردم بفهمن اینا دارن میان که به اینا یه پولی بدند، یه غذایی بدند. میتونه یه ملتی به این روز بیفته. علاوه بر مسئله یمن، مسئله یمن شمالی و مسقط، خب مداخلات نظامی ایران در جنگ کردها با دولت عراق که 100% پوشیده بود، مثلا هیچ روزنامه ای، رادیو، هیچ کس راجع به این مسئله حرفی نمی زد، از کارهای پنهانی ارتش بود. باز من اینو ناظرش بودم به دلیل همین کار صادرات، متوجه شدم که در غرب ایران مقداری از کالاهای ما به مقدار بسیار زیادی میره اون طرف مرز، برای که خرید اینا زیاد شد. خب خرید داخلی با خرید خارجی فرق داشت، صادرات جایزه صادراتی هم داشت و امکاناتی دیگری پشتنش بود. من رفتم در مرز عراق، پاوه، بانه، مریوان، نمیدونم خانه، سردشت، تو این منطقه 11 تا پایگاه درست کردم. همین آدم های ایرانی رو نماینده کردم برای کار صادرات. با ژاندارمری دیگه اونجا حالا گمرک و یه حرفا که نیست، وارد معامله شدم که این انبار ژاندارمری، این انبار کلیدش دست ژاندارمری باشه. وقتی این آقا میاد کالا خارج میکنه، یک جاندار ما بهش حقوق میدیم این رو بدرقه کنه که از مرز خارج شد. از مرز که خارج شد، این اوراق رو مهر کنه بده به این نماینده ما. به این ترتیب ما به این آسانی تونستیم که گواهی صادرات بگیریم. در نتیجه مقدار بسیار عظیمی ما همین روغن نباتی و صابون و پودر رخشویی و سایر ملزومات رو میفرستادیم برای کردهای عراق. اما نمیخوام این رو بگم، میخوام بگم به این دلیل من در اون منطقه رفت آمد میکردم و مشاهداتی داشتم. مشاهدات یکیش این بود که در پاوه در یک خیابون خلبت دو تا کامیون نظامی پشت سر هم توقف کرد، سربازا اومدن بیرون، یه کوهی از لباس کردی بود، تون تون اینا لباساشون رو در آوردن، لباس کردی تنشون کردن، تفنگاشون رو گرفتن، پریدن تو کامیون رفتند. من که با اون کرده صحبت کردم، البته من با این کرده آشنایی داشتم به خاطر همین کاری بیزینس رو،
معلوم شد که هر روز گروه زیادی سرباز به این شکل لباس کردی تنش میکنه و میره در اختیار سرفرماندهی کردها قرار میگیره که اون بگه اینا کجا برن و به جنگن و چه کار کنند. در سردشت حتی که جاده بسیار بسیار ناهموار و بدی داشت، جاده خاکی بود که فرو رفتگی و برآمدگیش به حدی زیاد بود، برای رفتن به سردشت از به نظرم از مهابات رفتم یادم نیست درست، حداقل 40-50 بار ما مجبور شدیم پیاده شیم زیر چرخ ماشین سنگ چوب چیزی بگذاریم که این ماشین تو گودال گیر نکنه بیاد بالا و بریم تا برسیم به سردشت. اما خط زنجیره نفتکش بود که میرفت و همینطور بنزین خالی میکرد در یک پمپ بنزین بسیار عظیم که به مجردی که این خالی میکرد اون پر میشد، یا گاهی تانکرها رو عوض میکردن، تانکر پر میدادن خالی رو به همیزشان را میفتادن میامدن، تا این حد علنی. خب مداخلات ارتش در کردستان در نقاط مختلف در یک مرز 600-700 کیلومتری به این شکل وجود داشت که به کردها اصله هم میداد، علاوه بر بنزین، لاستیک، روغن موتور، لوازم یدکی، پول، اسلحه و سایر ملزومات رو ارتش به کردها میداد. یک بار هم ارتش ایران رفت به شمال آفریقا برای کمک به ملک حسن در شورش اون پولیساریو، اون گروه معروف پولیساریو، باز ارتش ایران بود که هم تجهیزات فرستاد، هم نفرات فرستاد و هم کمک مالی کرد به ملک حسن که بتونن این گروه رو که کمونیست بودن از بین ببرند. ژنرال موبوتو، قاتل اون آزادی خواه معروف کنگویی لومومبا که حالا لومومبا رو زده کشته و خودش شده رئیس جمهور، اونم از کمک های ارتش ایران بی نصیب نمود. اونم در ایالت شایا طرفداران قبلی لومومبا علیهش جنگ مسلحانه شروع کردند و با شروع کردن به جنگیدن و کمک های نظامی شاه بود که لومومبا که این بابا رو این موبوتو رو نجات داد. وقتی همون هایله سلاسی معروف به دست اون گروه کمونیستی هایله ماریا سقوط کرد، اونا رفتن تو کاخش نشستن رو صندلیش، پاشون رو گذاشتن رو میز، از این بازی ها در آوردن و هایله سلاسی رو حبس کردند که ثروتش ازش پس بگیرند. زیاد باره در سومالی احساس خطر کرد برای که این گروه هایله ماریا که شکل گرفته در آفریقا از کمک های کوبا برخورداره و کارهای مستشاری کوبایی ها، اونا به اینا یاد میدن که چیکار کنید و چیکار نکنید و قدم به قدم هم میرند و در حبشه که زدند و موفق شدن. حالا زیادباره به وحشت افتاده، باز ارتش ایران بود که به کمک زیادباره رفت. تمام این مداخلات 100% محرمانه است. مردم ایران ببینید، امروز مردم ایران میدونن که سپاه پاسداران رفته سوریه، حزب الله درست کرده در لبنان، یمن و اعتراض. اون موقع مردم نمیدونستن اصلا کی به کیه و چی به چیه، چقدر برای ایران خرج داره. ابدا هیچ عددی، رقمی، اطلاعی دست هیچ کس نبود، ولی ارتش تا آفریقا هم رفته بود. بله، تمام این کارها در حقیقت به نیابت آمریکا انجام شد.
اگر ارتش ایران همون ارتش سال 1334-35 بود، این شورش ها رو، این انقلاب ها رو، اینا رو آمریکا یا باید بخوابوندن دیگه. حالا ارتش ایران جانشین آمریکا شده، داره این کارها رو میکنه در حقیقت از کیسه مردم ایران. تلفات جنگ ظفار هرگز معلوم نشد، اصلا کوچکترین خبری از مداخله ارتش ایران در ظفار به کسی داده نشد، جز یک تیتری در پایان کار که ارتش شاهنشاهی به کمک سلطان سعید شورشیان رو نابود کرد. چه همین، چی شد چی نشد، هیچ خبری نبود ازش. حتی اینقدر چه برسه به تلفات، در مورد تلفات که اینطور رو شما بگم که هر سال یک جلسه تشکیل می شد برای بزرگداشت خانواده های نظامی که در اثر خدمات نظامی سرپرست خانواده را دست دادند. اینا تعدادشون مشخص بود. چرا؟ برای اینکه ایران سابقه نداشت بره جایی به جنگ دعوا کنه و تلفات نظامی داشته باشه. بعد از ظفار خبرنگارا، آدم های تیزهوش میبینن او تعداد این خانواده ها حدود 220 نفر اضافه شده. حدس میزنن که این 220 خانواری که این بار در جلسه جاوید شرکت کردن میبایست مربوط به تلفات ظفار باشه. اخبار جانبی دیگه نشون میده که 700 تا زخمی رو ارتش ایران فرستاده به بیمارستان‌های انگلیس، آلمان، فرانسه، اروپا. به اینا به ایران نیان که کسی ببینه این زخمی شده و بپرسن کجا زخمی شدی، چه جوری شد، اونجا معالجه می‌شدن و برمی‌گشت. نکته مهم اینه که هیچ خبر منفی، هیچ جا هیچ خبر منفی و بدی نباید وجود داشته باشه. حالا بعد از اینکه عملیات با موفقیت در ظفار انجام شده و سلطان قابوس شاه مونده و شورشیان منکوب شدند و معلوم شدند و از بین رفتند و حالا خبرم منتشر شد که ارتش شاهنشاهی این کار را کرده، تلویزیون ملی ایران تصمیم میگیره به خاطر این عملیات قهرمانانه یه فیلم بسازه و میان و این فیلم هم میسازن. حالا جنگ تموم شده ها، چند ماهی که جنگ تموم شده رفته پیکارش، حالا تصمیم گرفتن فیلم بسازن. دو مرتبه هلیکوپتر و کامیون نفربر و هواپیما و اینا رو هم دارن میرن در اون منطقه ظفار، اون صحنه آرایی ها رو میکنن، چادر، خیمه، این کارا رو میزنن و فیلم میسازن، کاری نداره. اما در پایان این فیلم یه افسر ایرانی شهید میشه. اما خب خیلی کارهای قهرمانانه کردن دو این هم فیلم رو میارن علازت ببینه، علازت میبینه میگه یه افسر ایرانی کشته شده؟ نه، فیلم رو نشون ندید. به طور کلی فیلم غیر قابل نمایش میشه به خاطر اینکه یک افسر توش کشته شده. نقش اون افسره رو هم آقای داوود رشیدی بازی میکرد. بله. اما این پول نفت که اون قسمتی که برای خرید اسلحه میره یه خطشه مرتب و منظمی داره و پس و پیش نمیشه. بقیه پولا که تو مملکته که باید خرج عمران و آبادانی باشه به ابتکار آقای علم قرار میشه که جزیره کیش بشه محل تفریحات زمستانی دربار. یکی از تملق‌گویی هایی بود که علم برای شاه میخواست انجام بده. جزیره کیش مالکیتش هم مال ساواک بود. حالا چرا سند مالکیت رو به ساواک داده بودن من نمیدونم. آقای علم هم یه آدمی رو استخدام میکنه، تعیین میکنه برای طرح عمران کیش.
داده میونام منصف یا همچین چیزایی این یاد داشتا ببینم به تو میگم. اول در اونجا قصر میسازن برای شهبانو، بعد قصر میسازن برای ولیعهد، بعد برای سایر افراد خاندان سلطنتی یکی یکی اونجا قصر ساخته میشه که در جزیره یکیش هیچ گونه امکانات ساختمانی وجود نداره، همه چیزش باید از خارج بیاد. در نتیجه هلیکوپترهای ایرانی، جمبو جت‌های مسافربری ایرانی، نمیدونم هواپیمای حمل و نقل ارتش در اختیار این کار قرار میگیرن که از خاک گرفته تا بقیه مسائل سنگ مرمر، لوله، چه ببرن اونجا برای ساختن قصر. از شیراز به وسیله هواپیماهای جمبو جت انواع درخت ها رو بردن اونجا، حتی انواع سنگ های ساختمانی رو باز با جمبو جت های ارتشی و نمیدونم ایرانی از ایتالیا بردن اونجا. از سوئیس تأسیسات پیشرفته کشاورزی و کارهای مدرن کشاورزی رو بردن در کیش. از آلمان کارخانه آب شیرین کن خریدند و بردند و نصب کردند. از مونت کارلو وسایل کازینو، کارشناسای مونت کارلو اومدند و طراحی کردند برای کازینو و چه میزایی چه وسایلی برای قمارخونه لازمه، اونا این کار انجام میدن. بله اون آقا مثلش منصف بود و آخر کارم یک شرکت آمریکایی یک قراردادی گردن کلوفتی میبنده با همین طرح زیرکیش که من ترتیباتی میدم که تا چند متری ساحل یا چند صد متری ساحل کوسه ها نتونن نزدیک بشن. این کارم انجام میشه برای تفریحات غواصی و رفتن به زیر آب که باز یه شرکت ژاپنی آمده بود که میخواست قرارداد ببنده که هتل زیرابی بسازه اونجا و از این بساط. اینم مال مردم نیست. از بعد از انقلاب جزیره کیش باز میشه به طرف مردم. اون موقع این جزیره فقط و فقط اختصاص داشت به خاندان سلطنتی و البته موقع که اعلیحضرت اونجا هستن جلسه ای میخواد برگزار بشه، وزرا بزرگون میتونن با هواپیما برن اونجا دیگه. فرودگاهی براش ساختند که این هواپیماهای خیلی مدرنه که سریع پرواز میکرد اسمش چی بود؟ اونا بتونه توش بشینه. این جالبه که بتونن با زمان بسیار کوتاهی از مثلا فرانسه، از لندن، از چیزهایی که لازم دارن یا اشخاصی که لازم دارن بیارن به اونجا. خب جزیره یکی ساختنش، توسعهش، بهره برداریش رو شما ذره 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 تو خاطرات علم میتونید بخونید. این کتاب خاطرات علم 7 جلده و خیلی چیزهایی رو که هیچ کتاب تاریخی نمیتونه بنویسه، نمیدونه که بنویسه. خیلی مکالمات که ارزش تاریخی داره، خیلی رفتارها که ارزش تاریخی داره تو این کتاب هست. به این جمله خب من اصلا نمیخوام تکیه کنم به این که شاه ایران خانم گزین میکرده و اینا، همه مردا میکنن، اونم کرده. حالا خانم گزین یه آدم نمیدونم بی پول ایرونی این بوده که بره مثلا شهر نو 8 تومن 10 تومن خرج کنه، اون شاه بنزه شاه باید خرج کنه. اما تو خاطرات علم یه مکالمه بین علم و شاه هست که وقتی این رو میخونید متوجه عمق یک چیزایی میشید. میگه تو هواپیما دو تا دختر از فرانسه
تو هواپیما که بودیم اعلیحضرت پرسیدم که مهمونای ما میان. من عرض کردم که همکنون دو تا دختر تو هواپیما هستن و قبل از ما میشینن تو جزیره. اعلیحضرت گفتند که فرمودند که این خلبان خودش نمیپرسه که هر هفته دو بار دو تا دختر میارم اینجا برای شاه ایران. منم رو مصرف کردم گفتم اعلیحضرت خلبانه احتمالا فکر کنه یکی از اینا مال منه. و اعلیحضرت خندیدند، یعنی از فرانسه هواپیمای اختصاصی در هفته دو بار و هر بار دو تا دختر رو برداره بیاره ببره جزیره کیش و برگردونه. این چه هزینه میشه؟ این هزینه رو کدوم شاه در دنیا همچین حقوقی داره؟ کدوم رئیس جمهور در دنیا چنین حقوقی داره؟ آیا رئیس جمهور آمریکا بالاتر از این که نیست که دیگه؟ رئیس جمهور آمریکا میتونه با یک هواپیمای اختصاصی دو بار در هفته این عملیات رو انجام بده و هزینه‌اش رو بده؟ رئیس جمهور فرانسه میتونه این کارو بکنه؟ پادشاه انگلستان میتونه این کارو بکنه؟ رئیس جمهور آلمان میتونه؟ اینا رو باید روش دقت کنیم. جزیره کیش داره با سنگ مرمر ایتالیایی، نمیدونم با شیشه های آنچنانی، تفریحات زیر آب، تفریحات روی آب، داره به اون شکل رشد میکنه و مدرن ترین صحنه ها، نمیدونم تصاویر در اونجا داره به وجود میاد. چند قدم این طرف ترش ساکنین بنادر جنوب ایران مشکل آب و آشامیدنی دارن، پا برهنه دارن را میرن، بچه ها از مدرسه که بیرون میان میرن تو صحرا که بچرن و علف بخورند. اینا رو مقایسه تو این گیرودار. البته حالا دیگه گفتم این انفجار پوله و می برنامگی از یک سو، اگرم برنامه هست اون برنامه ناهماهنگه. چشم بندر عباس داره توسعه پیدا میکنه. این بندر عباسی که از زمان شاه عباس به این طرف یک شهر متروکه، این بندر عباس هم بندر عباس شد برای اینکه شاه عباس این بندر رو که اسمش کامرون بود از دست پرتغالیا بیرون کشید. حالا از اون به بعد اینجا تبعیدگاه بود. اگه کسی شاخکشی میکرد، آدم کشی میکرد، نمیخواستم بکشنش، تبعیدش میکردن به بندر عباس. پر بود از خانه های متروکه، حتی دیگه ساکنین قبلی هم میل کرده بودن، شهر رفته بودن. اینجا به دلیل پایگاه نظامی، ایجاد پایگاه دریایی شروع میکنه رشد و میشه یک شهر. یکی از مزایای این انفجار این بود. حالا من در بندر عباس متوقف میشم چون اختار کردن به من که وقتم تمومه. بقیه مطالب رو میذارم برای جلسه بعدی. و یادتون باشه قصد ندارم باد به بیرق کسانی دیگری بزنم نه، میخوام ببینم چی شد که روزگارمون بدتر شد به جایی که بهتر شد. گلن شد روز رو بخیر.